ما که از گل و آرمان سرشتی داریم، در عالم خاک سرنوشتی داریم. افلاک تو را و خاک ما را، ای شیخ شپشو، ما دوزخیان هم بهشتی داریم. از پس از اسلام در ایران ما واقعا خیلی ذلیل و بدبخت و ابله و نادان و ترسو و ستمپذیر شدیم. شما استثناءات رو بذارید کنار، همیشه در تاریخ استثناءاتی وجود داشته و داره. شما استثناءات رو بایستی بذارید کنار. اکثریت جامعه شوربختانه پس از ورود اسلام به ایران نابود شده. سلحشوری ها بوده، تا الان هست، ادامه داره، اما بیغیرتی، تنبلی، خرفتی، ترس و همون که میگه، چی میگه فردوسی؟ میگه ز ایران و ترک و تازیان، میگه نژادی پدید در آمد. میگه این نژادی که پدید آمده نه ایرانیه، نه عربه، نه تازیه، نه ترکه، هیچه. برای اینم هست که روز به روز فرزندان دلیر ما رو میگیرن از ما و هیچ کار نمیتونیم. آخرینش کیانوش سنجری عزیزم بود. کیانوش ناظرین از 17 سالگی که جنبش دانشجویی شروع شد با مهندس حشمت تبرزدی در ایران و گروهش، بچه های زیادی بودن، مثل زارعزاده، مثل مرادی، بچه های زیادی بودن، نمیدونم الان اینها کجا هستن. یک دشون تبرزدی که زندان میره و میاد و یاران دیگه هم همینطور، ولی سنجری یکی از دلاورهایی بود که از همون 17 سالگی مثل شیر تو معده بود. الان هم تفریر زدن کشتن و به ما میگن که خودکشی کرد. این خودکشی میدونید که بازی نظام هست که همه میگه خودکشی کرد. بچه های ما خودکشی نمی کنن. شاید 10-15 سال پیش بود، شاید هم بیشتر. به هر حال سنجری به من گفت، مهدی کیانوش شده بود سنجری، گفت اوستا، ما اگه تک تکمون به جایی که پیش از اینکه ما رو بکشن ما چند تا از اونا رو بزنیم، اونجاست که کار کردیم. اون موقع من بهش گفتم حالا ما بازی مسلحانه صلاح نیست و فلان و قاخدان، هر روز ما رو سلاخی میکنن. یعنی هرگز جوانی نبود با این روحیه کیانوش سنجری که برو خودش از رو پرت کنه. از بالا پرت کردن میدونی که نواراش هست که این قالیباف خودش با افتخار میگه و ویدیوهاش میتونید ببینید، همون در همون جنبش دانشجویی که از رهبرانش بود کیانوش سنجری در 17 سالگی، شما میبینید که بچه ها از بالا پرت میکنن پایین، یا ابوالفضل یا فاطمه زهرا الله اکبر میگن، میندازن پایین میکشن. فیلماش هست. قبلا خودشون مینداختن، حالا میگن خودش افتاد. از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه. مثل این که قبلا پیش از این استعمار حمله میکرد، اسکندر، تورانیان، انیران، مغول، عرب ها حمله میکردن و الان مثل عربا که مثلا سیده رو گذاشتن سر کار تو ایران از 14 قرن پیش، و اینا خودشون استعمار قدیم، اینا فرانسوی ها، پرتغالی ها، انگلیس ها، آدم خودشون میذاشتن. اینا از بعد از اینکه گاندی در هندوستان اومد و
اون جایگزین شد، استعمار بیرون کرده خودش جایگزین شد. استعمار پروژش این بود که به جایی که خودش وایسه نیرو بده، از همونجا بومیان اونجا مزدور استخدام کنه یا آدم تربیت کنه و بعد اینا قدرت بهشون بده، از طرف اونا اینا بکشن. به جایی که 10 میلیون ایرانی را 13 میلیون ایرانی با قحطی بکشن، انگلیس ها در ایران که تو اصلا خبر نداری، اصلا خبر نداری آه چنین چیز اتفاق افتاده 100 سال پیش نمیدونی. به جای این کارا اومدن تشکیلات روحانیت و اینا رو ساختن. حتی دیگه هفته های پیش بهتون گفتیم که خطی نبودن اینا، حتی رهبران روحانیت و حوزه های علمی اصلا اساسا انگلیسی بودن، نه که بگیم نوکر مزدور، تبعه انگلیس بودن. زبان فارسی یاد گرفتن اومدن و دارن تا الان ترتیب شمار میدن. ما هم فکر میکنیم آقا سید اولاد پیغمبره، شفا میده، فلان میده، بیسار میکنه. یعنی تاریخ پس از اسلام در ایران خونین، جهالت، بلاهت و اکثریت خاموش. اما جوانان امروز ما، این سربازان خردگرایی ما که اینها برخواستن و یک شورش بزرگ را انداختن که به پیروزی میرسه. ولی شما پیرپاتال همه تون قربانی میشید، شما همه تون پایان کار بدی خواهید داشت. مثل اینکه الان سرمایه‌داری جهانی میگه کسانی که برای این جامعه سود ندارن و حضورشون زیان هست که هوا رو آلوده میکنن، منابع ملی رو میخورن، فلان، بهترن بهتری که برن تا بمونن. بچه های شما الان همین میگن. شما بچه های خودتون رو، من مخالفم که بگیم 57 یا مجرمن، چون 57 یک انقلاب رو ساختن برای ما و آدمای خر رفتن، ولی از این باید گله کرد که خر بودند مردم ما، خر بودند و هستند انسانهایی که فریفته تازی ها شدن. ژاندارم خاورمیانه و خاور دور، هیچ کشور عربی حق فروش 1 لیتر نفت بدون اجازه شاهنشاه را نداشت. ایران دریادار خلیج پارس و تنگه هرمز بوده. پیروز نبرد 6 ساعته با عراق و گرفتن 6 کیلومتر مربع از پدرزن صدام. رئیس اوپک به همراه امریکا، دارنده بزرگترین ورزشگاه به نام آریامهر در جهان به دستور شهبانو فرح دیبا، اولین دعوت شده به همراه ملکه به پارک دیزنیلند امریکا، تأسیس زوباهن اصفهان که قطب اقتصاد ایران و خاورمیانه شد، تأسیس تراکتورسازی تبریز با 10,000 کارمند، تأسیس شرکت ایران ناسیونال، تأسیس ورزشگاه بزرگ آریامهر به دست فرانسوی ها که مورد انتقاد شدید شهبانو قرار گرفت و از شرکت فرانسوی غرامت گرفته شد، بورسیه تحصیلی به 24,000 دانشجو در امریکا. و امروز سپاه نوگرایی و روشنگری و فرهیختگی و عصیان به پدر و مادرها، پدر مادرها شما متهمید، این عصیان آغاز شده، دنبالم میشه و به پیروزی میرسه و پیروزی رو اینها مزدش و فرزندان این نسل کنونی که سربداران آزادی هستن خواهند. شما ببینید امروز ما بچه های بسیار جوانی رو داریم که تاریخ ایران رو از